خب خیلی خوش اومدین به جلسه 21م دوره بش اسکریپتینگ آخرین جلسه این دوره که با هم در این مدت گذروندیمش خیلی ممنونم که تا اینجا من رو در از تحمل کنین و با من جلو اومدین تا بش اسکریپت رو با هم کامل یاد بگیریم. در این جلسه مفهوم دیباگینگ و اینکه چطوری توی بش میتونیم ازش استفاده کنیم رو بررسی میکنیم خب بریم شروع کنیم ببینید شما وقتی برنامه می نویسین یک ورودی میدین و انتظار دارین که یک خروجی بگیر یعنی اگر یک وریبه بدی تعریف میکنیم مثلا نیم آه. علی اوکی. و اکو میکنید نیم رو انتظار دارید این نیمی که دادید خروجی و اون چیزی که به شما میده در اصل علی باشه اوکی. حالا یه وقتی اتفاق میفته چون برنامهتون که مثلما نیم و اکو کردن نیم نیست برنامهتون بسیار طولانیه و شما یک اوتپوت هایی میگیرید که غیر منتظرن یعنی اون چیزهایی نیستن که باید بوده باشه اینجاست که برای فیکس کردن اون ارورهایی هایی که جنریت میشه به واسطه این از دیباگینگ استفاده میکنیم یعنی ما میایم کل اون برنامهمون رو میبینیم که مثلا این وریبله تعریف شده بعد این وریبله اکو شده اوتپوت اون وریبله یعنی ولیو اون وریبله در اصل این بوده اگر قرار بوده این باشه چرا این نبوده اوکی یعنی مثلا اگر من اینجا نیمه دادم علی اکو کنم اینجا به من خالی نگرده به من عدد برنگردونه به من مثلا امیر برنگردونه به من حسین بر نگرد اوکی در نتیجه اگر این اتفاق بیفته شما باید برنامهتون رو دیباگ بکنید و اون باک ها و ارورهایی که در طول برنامهتونن رو پیدا بکنید راه های مختلفی از دیباگین وجود داره مثل تست نوشتنهای مختلف و خب بیلت این بش هم یک سری آپشنها داره که میتونید از اون استفاده کنید و خیلی خوبه Okay. فرض کنید که آقا ما مثلا اینجا یکی تعریف کرده فرست نیم یعنی از اول نیم بوده بعد یکی اومده مثلا دیسکریپتیوش کنه کرده فرست نیم ولی این اکو رو نگه داشته و عوضش نکرده یعنی yani این فرست نیمه اینجا اکو میکنه نیم حالا اگر اجراش بکنم به من هیچی بر نمیگردونه در 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 وجودی که من میخواستم علی رو به من برگردونه درسته شما اینجا شگفت زده میشه میگه آقا معنی قرار نبود این علی برگردونه. در دونه چرا این اتفاق خب اینجا میتونید از یک آپشن بیلتین بش جلوی اون خطی که شیبنگو رو میزنید و میگین از اینجا تفسیر بشه و اجرا بشه یه دونه داش ایکس بزنید داش ایکس براتون دیباگینگ رو فعال ب. اگر من این رو اجرا بکنم ببینید همه خط ها رو به من داد گفت فرست نیمت علیه اکو کردی هیچی رو اوکی اگر اکو کنم فایل نیم فرس نیم رو الان اما اوکی اومد اینجا سیوش کنه اوکی ببست. الان اجراش میکنم میگه فرست نیمت علی اکو کردی علی رو نگفت دیگه اکو کردی فرست نیم گفت اکو کردی علی رو آخرم اینجا اونجاهایی که علامت مثبت و در از به علاوه نداره آوتپوتی که شما از کامند میگیرین بدون دیباگین بدون حالت دیباگین اون جاهایی که پشتش مثبت داره با صورت دیفالت یعنی اون خطا دیباگ شده اوکی پس این از این ما وقتی که به یک مشکلی و یک باگی میخوریم دیباگینگ رو فعال میکنیم تا خط به خط ببینیم که مقدار وریبل ها چی بوده یه لوپی که مینویسیم بگیم که آقا تو دور دوم این وریبل چی شده یه چیزی شبیه این. یه مثال دیگه بزنیم فرض کنید که من میخوام یک مسیری رو ال بگیرم که وجود نداره مثلا مسیر Nothing اوکی مسیر Nothing رو ال اس میگیرم بعد میاد تاچش میکنم یعنی نه اینجوری بنویسیم سیستم کنیم پرمیشن دی اوکی اینم ام کی دی آرش کنیم اوکی مثلا یک دیرکتوری داریم به نام ناتینگ و اول LSش میگیریم اول که نداریمش دوم کرییت میکنیم دوباره LS اوکی بریم با این ببینیم چه اتفاقی میفته میگه که LS nothing اینجا به ما ایرور میده میگه LS cannot access nothing no such value directory با این وجود اومد nothing رو mkdir کرد و در از LS LSش رو گرفت output نداد چون outputی نداره دیگه الان مگه مثلا من اینجا بزنم touch کن به نوعی تست رو تست رو کپی کن مثلا به nothing اوکی okay. الان اگر بعد ال اس okay. خب اجرا میکنم رفت تا میگه رفتم که nothing بگیرم بعد MKDI آر نافین کردم میگه که آقا ها نمیتونی دوباره کریتش کنی پی بزنم نافینگ رو پاک کنم که ارور بده خب اینو میزنم میگه که آقا LS کردم nothing این اروره رو گرفتم بعد اومدم اونو ایجادش کردم تاج کردم تست رو کپی کردم توی nothing دوباره nothing رو LS گرفتم به من تست رو داد اوکی اینجوری شما میتونید بفهمید که آقا nothingی وجود نداشته شا... شاید شما اسم دیرکتوریه رو اشتباه زده بوده باشید اوکی اینم یه جوره دیگه اما یک آپشن دیگه وجود داره به نام داش ای آپشن هایی که کلا توی هر کامند لاینی توی هر کامندی توی لینوکس آرگومنت نمیگیرن و نیاز شما بهشون مقداری می بدین میتونید کامبینیشن استفاده کنید و جلوی هم برسید ایکس ای همون داش ایکس داش ای دیگه یعنی همین شکلیه اوکی اگر من جداش کنم اینطوری هم میتونید برسید ولی اینطوری بهتر و مرسونتر. چیکار میکنه؟ داش ای هر جا به ارور خورد اگزیوکیشن، اگزیوکیشن execution رو و اجرای شدن برنامه رو متوقف میخونه و میاد بیرون اینو اگر اجرا کنم آه لافنگ وجود داشت پاکش کنم لافنگ رو می که elif nothing elif cannot access access nothing اوکی نوستش رو در درست دیگه نرفت اینها رو بسازه و همونجا اومد بیرون در صورتی که اگر من این رو ور میداشتم برای من اون رو میرفت کیویت میکرد و بعدش تست رو به من بر میگرد در نتیجه ای هر جا به خطا بخوره از برنامه تو میاد بیرون این هم فلگ اما فلگ وی چیه فلگ وی فایل رو همون جوری که خونده میشه به شما نمایش میده بیا توی قسمت بیستوم یک در از رجوعی بکنیم توی قسمت بیستوم در یک جایی از ویدیو ما اینجا مسج رو که اولش MSG بود اگر یادتون باشه تبدیلش کردیم به مسج درسته؟ اما اینجا هنوز MSG بود وقتی اجراش کردیم نمیدونستیم که مشکل چیه چون به ما مسیجی که اینجا بهش پاس دادیم رو به همون نمایش نداد بعد که نگاه کردم دیدم که اینجا دادم MSG ولی اینجا وریبل مسجه خب اینجا دیباگی کاملا کاربردی و به کارمون میاد من اگر بزنم داش x به نوعی وی، اوکی، okay. و اینجا MS چیه دیگه، من اگر این رو بزنم، ببینید، سیمپل، ببخشید، بذارید من CD کنم به سیشن پیست و سیمپل شویشم، ببینید، به من چی داد، به من اینفو داد بدون اینکه مسیج رو بده، اول که گفت پرمیشن دیده، بذارید، با سودو اجراش کنم، که بدونید فرق نهت. بیا من بالا فایل رو همینجوری که نوشته شده فلگ وی و دشوی وی برای ما پرینت میکنه و به نمایش در میاره اوکی خب فایل اون بیم بش داره این خط داره این خط داره میگه آقا اینو داری و اکو میکنی اینو میریزی تو این میای اینجا توی فانکشنت اینجا میتونی ببینی تو فانکشن چی نوشی لوکال دادی مسج اینجا رو اگر توجه نکنی پایینتر متوجه میشی اون مثلا نگاه نمی کنی میای پایین تر میبینی اه اکو کرده این تا این پسم این هاست این پی آی ولی خب فقط لول سیوریتی رو داده به من مسیجی برنگردونه. نگردونه خب اینجا شما شک میکنه میگی که من کجا داستان اشتباه رفتم می که اوکی مسیجه رو که دادم مسیجه هم که اومده زخیره شده چیزی که دادم توی مسیجه اوکی دیت هم, هم که تایم پست هم اوکیه حاسنه نیم هم هم که دادم شایان هپی چرا؟ پس مسیج هم بیری بالا نگاه بکنی فانکشن میبینی ای. من اینجا دادم MSG در نتیجه برای من دیباگینگ این کارو ف... این قابلیت ایجاد میکنه که من ببینم کجا اشتباه به اشتباه یک آتپوت آنکسپکتد یا غیر منتظره گرفتم من میخواستم این مسیجه رو بگیرم این رو بگیرم اما به من خالی برگردونه در نتیجه اون خالی برگردوندنه در اینجا میشه اون آوتپوت و چیزی که در اصل خروجیه که برای شما unexpected و غیر منتظر است و شما انتظار یک چیز دیگر رو داشتید خب این هم از اما یک سکریپتی هست در جلسه 21 من این رو پاک کنم شروع نشین جا یه سه شش رفته مهم هم نیست همونطوری که میدونید اما این چیه؟ شما میتونید بدون این چه نیاز باشه از آپشن ها استفاده کنید فانکشن خودتون رو بنویسید اوکی؟ یعنی در اصل یه فانکشن به نام دیباک بنویسید و پشت هر به نوعی کامندی که میخواید بذارید اوکی؟ و اون کامنده اجرا بشه. قبل از اینکه بریم سراغ این اما بریم یک چیز دیگه مونده از چیزایی که ساده ان ببینیم بریم تو همون سیمپلش من اینجا بذارید بذارید اینو باشه کامنتش کنم اوکی خب اینم نیاز نیست حتی باشه میخوایم یک روش دیگه از دیباگینگ رو نیم که مشخص و خطهای خاص رو برای ما دیباگ یه وقتی باید تعریف میکنم به نام age میگم age پونزده uh, بعد میام چیکار میکنم اکو میکنم میگم که uh, this is being debugged uh, age هم زیاد استفاده نکنه اینجا میزنم this is not no debugging مثلا حالا مهم نیست ولی خب is enabled مثلا اوکی خب چرا اینو نوشتم شما یک چیزی داریم به نام set x set منهای x رو اگر بزنید میتونید خط هایی که دوست دارید رو فقط دیوار بکنید اون خط رو اگر میخواید اتمامش برسونید یعنی میخواین مثلا فقط این خط رو بگیرید با ست به علاوه ایکس میتونید این کار رو انجام بدید اوکی یعنی میگیم که فقط اون چیزهایی که بین این دو تا ان رو به من برای من دیباگ بکن اگر اینو ببینیم من اینا رو کامنت بکنم اجراش بکنم ببینیم ببینید میگه this is being debugged this is being debugged set x no debugging is enabled چیزیه که output ماره اگر دقت کنید بقلش نگو ورد یه دونه به علاوه اینجا برای اینکه بهتر ببینید من ایج و نو دیباگینگ سو مثلا ایج هیچ ارزش نه معنایی داره و نه پرکتیکالی اما من اینجا به نوعی مثلا میرمش پایین من بعد از اینکه دیباگینگ رو بستم اومدم یه وریبل تعریف کردم یه آوتپوتی هم دارم اگر اینو اجرا بکنم میبینید که در حالت عادی برای من باید ایج رو نمایش میداد مثلا میگفت شما یه ایجی تعریف کردید 15 بود ولی به من همچین چیزی نگفت اون خطایی هم که مثبت ندارن آوت کامندتون هم بعد از اجرا شدن همونطوری که میبینید این هم خب مثلا من هست پس میتونیم با ست من های ایکس و ست به علاوه ایکس این کارها رو بکنید به این کار میگن پرینت تریسینگ یا کلا تریسینگ و پرینت دیباگینگ در است که اکسترسینگ یا حالا اسمای دیگه ای که داره توی زبان های دیگه و خب توی هر زبانه میتونید این اجرا کنید بالا و پایین اون وریبلتون مثلا شما اینجا ایج رو تعریف کردین اینجا میزنید اکو کن ایج رو اوکی این پایین هم میزنید اکو کن ایج رو برای اینکه بدونین ایج قبلش چی بوده بعدش چی شده در نتیجه پرینت میکنید اون ولیو رو اوکی اینم یکی نوعی از دیباگینگ که بسیار شبیه به چیزایی چیزی که الان دیدیم اما بریم سراغ اسپیشال وریبل ها توی 10. خب این سشن 20 بیان توی 21 ببندم اینا رو خیلی خب وریبلی داریم به نام وریبل PS4 اوکی وریبل PS4 اون چیزی بود که در از بای دیفالت مثبت و علامت مثبت داره الان الان هم دید اگر اینو بیارم بالاتر ببینید بیارم بالاتر در از به این خطه میگن خطی که PS4 و این علامت رو داره که بای دیفالت مثبت اما شما شاید بخواید کاسم فانکشن و دیباگینگ خودتون رو بنویسید یه فانکشن نوشتم به اسم دیباگ وریبل پیس فور 4 رو ست کردم به این یعنی هر موقعی که این دیباگینگ ما صدا زده بشه آه میاد برای ما اون حالت دیباگ رو به این تغییر میده اون خط رو وریبل بش سورس اسم اسکریپتتونه که میتونی با دلار صفرم بگیری اینجا گفتم آندرلاین لاین لاین نو لاینو وریابلیه که خطی که اون دستور اجرا شده و فانکشن کار شده و کنار خطی که توش هستیم رو به شما نمایش میده فانک نیم و با ایندکس صفرم که مسلما به همون که از اسمش معلومه اسم فانکشنتون رو بهتون میده و برمیگرده در آخر گفتم که اکو کن اگزیکیوتینگ هر چیزی که بهت میدم مثلا انتسه به من میگه که آه. من دارم اینو اجرا میکنم بعدم اجراش میگم که special variables اجرا بکن میگه که دیباگ کردم ls رو یعنی اینو اجرا کردم ps4 رو اینجا اومدی سیت کردی به این یعنی گفتی آقا special variable تو خط سه این دیباگه بعد اومدی گفتی که special variable dot توی خط سه دیباگ اکو کن این رو یعنی executing ls اون رو اومد replace کرد این output به نوعی کامند ماز یکی از output باشه در آخر گفته اسپش آوری اس توی خط سه دیباگ داد اوکی و خدمتون که عرض شود اینطوری استفاده میکنید ازش در آخر گفته سیمپل اس اش variable و تست بذار چون ال گرفتم اینها رو به هم برگردون دیگه یعنی اوت پوتش هم به هم داد اگر من اینجا داش ایکس رو وردارم ببینید اوت این دو تایی که با مثبت دارش علامت گذاری نشده اوکی این از این پس اوکی پایین این رو بیرون میتونم تعریف بکنم ببینیم اینجوری چطوری میشه مییه لاین ست اینطوری بوده و در آخر هم اومدی این رو اجرا کرد یک راه دیگه ای که راه آخر ماه برای دیباک کردن یک اسکریپت برمیگردیم به همون سیمپل اینه که شما یک وریبل دیباگی تعریف کنید و اون رو به ترو یا فالس تغییر بدید اوکی یعنی زمانی که میخواستین دیباگینگتون ترو باشه دیباگینگتون فعال باشه تروش میکنیم زمانی که خواستین غیر فعال بشه فالسش میکنیم اوکی؟ حالا من چطوری میتونم از این استفاده کنم خب ببین ممکنه اگر اپلیکیشن های مختلف رو گسترش دبلوپ کرده باشین میدونین که کانفیگوریشن فایت ها در حاله به یک انوارمنتور وریبل هستن و برای این که شما با کانفیگ برنامه تون رو بدین مثلا فریمورک فلاسک پایتون یک چیزی داره به نام که یک مثلا آن میشه با اگر مقدارش صفر باشه آف میشه اینجا تو رو فالس اکسپورت میکنیم دیباگ و تو رو تو رو اون موقع برنامه تون دیباگش فعال میشه دیباگ رو اکسپورت میکنی فالس برنامه تون فالس میشه دیباگش و در حالت دیباگین دیگه نیستش اوکی اینم یه جوریه که شما میتونید این کارو بکنید و نحوه استفاده صحیحش اینه که مثلا بگین که if debug then مثلا اکو کن دیباگینگ از اوکی اف آیم بذارم از بگیه که آقا نات مثلا اوکی در نتیجه اینجور ایف نوشتن به شما یا تونو برمیگردون یا فاز میگه اگر دیباگ تورو بود چون ببینید تیش براکتی و هیچی نداره اگر دیباگ تورو بود بیا اینو اجرا کن اگر نبود اینو اجرا کن و این جوریه که میتونید اجراش کنید اگر میخواستی با کامندی اجراش کنید میتونید از اون ویرد ساین هایی که توی جلسات پیش دیدیم مثل دو تا پایپ و دو تا دوتا دو تا پایپ اینطوری بود که اگر مثلا دیباک فالس بود اوکی و تنها در صورتی که فالس بود کامند اجرا میشد اوکی و این هم در صورتی که تورو بود در اصل میتونید اگر میخواید تورو و فالز بودن این رو چک کنید از این دستور هم استفاده کنید دیگه به این آقا اگر دیباگ فالس بود این کارو بکن اگر دیباگ فالس نبود این کارو بکن یعنی تورو بود این کار این هم از اه. این بود از بحث دیباگین و کلن این دوره به پایان اومدین دفتر همینجا تمام نمیشه وصل نمیشه و با هم در ارتباطیم در لینکدین هست اینجا میتونید سوال بپرسید و نظراتتون رو کامنت کنید و حمایت کنید خیلی ممنونم باز خیلی خوشحالم که تونستم اگر که اینطور بوده یک چیزی که میدونستم اندک دانشی که دارم رو به اشتراک بذارم خیلی ممنونم از شما که تا به اینجا با من همراه بودین مراقب خوبیاتون باشین فعلا میبینمتون تا بعد